بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه سوالیو در آخر جلسه قبل مطرح کردیم، جواب اونو خدمتون عرض کنیم و انشاءالله یک سری از مسائل مورد ابتلای دیگر رو خدمتون عرض میکنیم. سوال این بود که اگر زنی مدتی با مردی زندگی میکرد، حالا مشکلاتی پیش اومد و مثلا میخوان طلاق بگیرن و این زن میره شکایت میکنه و ادعای اجرت المثل میکنه برای کارهایی که تو خونه انجام داده. از نظر قانونی هم اینا قابل پیگیری هست، یعنی مهریش که هست، نفقش هم هست، اجرت المثل کارهایی که تو خونه شوهر انجام داده هم هست. عرض کردیم درسته که وظیفه زن از نظر شرعی یا قانونی این نیست که تو خونه کار بکنه، بچه داری بکنه، ولی نمیشه اینجوری زندگی کرد. مثلا زنی بگه من فقط میام خونه شوهر رو یه چیز برای زندگی، نه غذا درست میکنم، نه ترتمیز میکنم، نه بچه داری میکنم، نه ظرف میکنم، هیچ کاری خدمت تو خونه اصلا انجام نمیدم. شوهرم هر روز بره سر کار، زور خسته میاد خونه، خودش غذا درست کنه، خودش بخوره، دوباره ظرفاشو خودش بشوره، لباسشو خودش، شب دوباره همینطور، به من ربطی نداره اون. یعنی مثل دوتا غریبه مثلا اینجوری مثلا فرض کنید. خب از نظر قانونی مرد نمیتونه بره شکایت بکنه، از نظر شرعی هم نمیتونه بگه این زن گناه کرده، ولی اینجوری زندگی نمیشه کرد. مردم وقتی ببینه اینجوریه میگه منم به تو اجازه نمیدم از خونه بری بیرون اصلا و ابدا، بمون 365 روز سال بمون تو خونه، مسافرتم هر جا خودم دوست داشتم میرم، تو رو نمیبرم چون به من واجب نیست تو رو مسافرت ببرم، زیارت برم، گردش برم تو رو نمیبرم، مهمونی برم تو رو نمیبرم، شبام دیر میام، مثلا نمیخوام بعضی شب اصلا نمیام اینجا، میرم برای خودم با دوستام چرخ. خب نمیشه. یعنی زنم نمیتونه بره شکایت کنه که شوهرم پاشو در رفته زیارت منو نبرده. میگه خب نبرده که نبرده، حالا چی چیکار کنیم حالا ما؟ بنابراین درسته که از نظر حقوقی این حق برای زن هست، این حق برای مرد هست، ولی نمیشه اینجوری زندگی کرد. بالاخره باید یه سری مسائل اخلاقی هم رعایت بشه، یه سری گذشت‌ها از دو طرف انجام بشه و محقق بشه تا زندگی چرخش به چرخه. حالا به مشکل برخوردن، زنم تو خونه کار میکرد، تو خونه کار میکرد، بچه داری میکرد، غذا درست میکرد، لباس میشست، خونه رو مرتب میکرد، مردم کارهای بیرون زحمت میکشید، خسته کوفته ظهر شب میومد خونه. به مشکل خوردن و طلاق و دادگاه. دادگاه که میرن اول مهریه رو طلب میکنه، بعدم نفقهش رو مثلا اگه نداده باشه، بعدم اجرت المثل این چند سالی که تو این خونه کار کردم. آیا میتونه یا نمیتونه از نظر شرعی؟ فقها فرمودن اگر، مشهور فقها هست، بعضی نظر دیگه ممکنه داشته باشن، ولی مشهور فقها فرمودن اگر زن به امر شوهر تو خونه کاری کرده، اون کارم یک کاریه که عرفاً در مقابلش پول و اجرت قرار میگیره و زن قصد تبرع و مجانی کار کردن اون موقع نداشته، با این سه تا شرط میتونه اجرتشو بگیره. هم شرعن هم قانونن میتونه اجرت المثل کاری که کرده بگیره، ولی سه تا شرط داره. فقط کارهایی که شوهر امر کرده که پاشو این کارو بکن، کارهایی که خودش انجام میداده، شوهر اصلا نمیگفته غذا درست کن، خودش درست میکرده، شوهر نمیگفته بچه رو تراخوش کن، خودش مهر مادری بوده انجام میداده، بچه ها رو
رسیدگی میکرده، تمیزکاری تو خونه انجام میداده، اگه مهمون میومده خودش پا میشده غذا درست میکرده، پذیرایی میکرده. اینجور نبوده که شوهر به اون امر کرده باشه و دستور داده باشه. اونا نه، اونا رو باید بذاره کنار. اگر کاری رو فقط به امر شوهر انجام داد، دو کارم یه کاری باشه که عرفاً در مقابلش پول و اجرت قرار میگیره، مثلا آشپزی سنگینی کرده، چه میدونم تمیزکاری بوده، هر چی که بوده، نگهداری فرزند بوده. و سه، اون موقع زن قصد رایگان و تبرع نداشته، یعنی تو ذهنش بوده که شوهر اینو به من دستور داده، وظیفه من نیست، انجام میدم، یه زمانی هم پولم ازش میگیرم، اجرتم ازش میگیرم. اگر این سه تا شرط با هم بود، زن داره زن حق داره که شرعن بره اجرت المثل کارهایی که تو خونه انجام داده رو بگیره، مانعی هم نداره. مرده را به را مهمون دعوت میکرده، 5 تا 10 تا 20 تا فامیل، رفیق، آشنا، شهرستان، این ور اون ور اردم میداده، یالا این دفعه اینو درست کن، ظرفاشونو بشور، یالا میوه ها رو بیار ببر، تمیز کن، رخت خواب براشون بنداز تو خونه، مثلا دستورهای مختلف، کارهای مختلف. خب زنم هیچی نمیگه، امر شوهره، انجام میده، هیچی هم نمیگه، قصد تبرعی هم نمیکنه. این میتونه اجرت المثلشو بگیره. ولی اگر نه، خودش کار میکرده تو خونه، کاری به امر و نهی همسرش نداشته، خودش کار میکرده، اونو دیگه نمیتونه بگیره. یا اگر شوهر امر میکرده، قصد تبرع داشته، اون موقع هم دیگه رو دوست داشتن، اصلا این حرف نبوده که من بخوام پول بگیرم نگیرم، میگفته ما گذشت میکنیم این کار رو، اون یه محبتی در حق من کرده، مثلا منو سفر زیارتی برده، منم به جبران اون یه سری کار رو براش انجام میدم. این نمیتونه دیگه، خودش بین خودش و خداش، این خانمی که الان این مشکل براش پیش اومده، بین خودش و خداش ببینه که اگر به امر شوهر بوده و قصد تبرع نداشته، کارم یه کاری بوده که عرفاً در مقابلش پول قرار میگیره، یه وقت گفته برو در به من، اینم پاشده در رو بسته، نمیتونه بگی یالا پول بده به من، یه در بسته. ولی وقت 20 تا مهمون 30 تا مهمون دعوت کرده، گفته بشور و بساب غذا درست کن، خب این طبیعیه که یه اجرتی در مقابل این قرار میگیره. این یک مسئله که از دیشب بونده بود، باید خدمتتون عرض میکردم. صلواتی بر رحمت کنید. مطلب بعدی که گاهی به صورت اشتباه در ذهن بعضی جا افتاده و تذکرش لازم اینه که اگر مثلا میرن دکتر، پیش خودش احساس میکنه که خب دکتر محرمه، یا مثلا میخوان برن عکاسی، خیال میکنن محرمه، و هاکذا طلا فروشی همینجور هاکذا. این اشتباهه. کی گفته دکتر محرمه؟ کی گفته عکاس محرمه؟ کی گفته طلا فروش محرمه؟ اب نداره که حالا یه لحظه است میخوام دستمونو بزنم بالا علنگوام ببینه مثلا اینا قیمتش چنده، مدل این داره یا نداری مثلا. ای بابا، خب اولا دستت از مچ به این ور نمایان شده، این حرامه در مقابل نامحرم. بعدم این طلاها زینت توه، زن که حق نداره زینتشو به نامحرم نشون بده که. تو خونه عکسشو بگیر مثلا اون طلا رو، یا تو اینترنت نگاه کن مثل همونو ببین داره نداره. یا اگه جایی هست که فروشنده زنه، میتونی به اون مثلا طلا رو نشون بدی که مثلا کارت انجام بشه، این کارو بکن. پس طلا فروش محرم نیست، نمیتونه مثلا بگه که آره من نمیتونم، این علنگو مثلا خیلی کوچیکه، تو بیا مثلا اینو دستم کن. متاسفانه بعضی جاها این کار انجام میشه. حالا قوم کار نداریم، یه سری بلدن، متدینن، رعایت میکنن، ولی خب شهرستان ها خیلی ها دوچاره مشکلات هستن و این مسئله اصلا رعایت نمی کنه. پس طلا فروش محرم نیست مثل بقیه نامحرم ها. کار لازم و واجبی هم نیست که حالا لازم باشه شما ادعا بکنید که، یا نه ادعا بکنید سلام علیکم که مثلا مجبور بودم و لازم بوده و مثلا اینا، نه هم چیزی نبوده. دکتر هم هاکذا، اولا اگر زنه باید پیش دکتر زن بره، مرده باید پیش دکتر مرد بره، مگر معالجه‌ای باشه که نیازی به لمس و نظر نیست، مثلا شرح حال ازش میگیره، براش دارو مینویسه میاد بیرون، این دیگه فرق نمیکنه حالا دکتر زن باشه یا مرد باشه، صحبت میکنه مشکلشو میگه، اونم دارو بدون این که لازم باشه لمسی اتفاق بیفته، بدون این که لازم باشه نگاه کردن به بدن
نامحرمی اتفاق بیفته؟ این نه. ولی اگر یه بیماری، یه بیماری هست که معالجش یا معاینش نیاز داره به این که نامحرم لمس بکنه بدن رو، یا نیاز داره به این که دکتر ببینه قسمتی از بدن که در مقابل نامحرم جایز نیست، این نمیتونه پیش دکتری بره که غیر همجنسه. باید پیش همجنس خودش بره، بگرده دکتر خوب پیدا بکنه بره. سونوگرافی مثلا میخواد بره، خب باید بدنش مشخص باشه، میخوان دستگاه رو حرکت بدن رو بدنش، از کلیه است یا مثلا بچه داره، از چی کمشه، از ریه‌ش، هر چی که هست، اینو باید حتما پیشه همجنس باشه، الا موردی که مجبور باشن. مثلا دکتر نوشته یه آزمایش فوری باید بری تا فردا جوابش بر من بیاری، خیلی خطیره، خیلی فوریه، اینم هر جا زنگ میزنه، مثلا اینور اونور یه جا زن باشه که این آزمایش رو براش انجام بده، مثلا تو این فرصت کم گیر نمیاد، شهرستان هم بخواد بره این کارو بکنه حرجیه، نمیرسه، فرصت نیست، مجبور شد، اون یه حرف دیگه است. مثل اینکه ممکنه زنی مریض بشه، جراحش دکتر مرد باشه و جراح زن در اون حد وجود نداشته باشه، بر اون جراحی خاص وجود نداشته باشه، خب اون دیگه چاره ای نیست. ولی اون مرحله از وسایل پزشکی که پیش دکتر معمولی هم بره مشکلش حل میشه، این نمیتونه پیشه غیر همجنس خودش بره. آمپول زن هم همینه، سرم میخواد بزنه یا آمپول میخواد بزنه، اونم هم همینه، فرق نمیکنه، باید پیش کسی برن که هم جنس باشه. زن پیش زن بره، مردم پیش مرد بره، الا در حالت اضطرار که دیگه هیچ راهی نداشته باشه، فوری لازم باشه که مثلا بره این کارش انجام بده، اون دیگه یه حرف دیگه است. دندون پزشکی های کذا، این اگه دکتر زنی هست که در اون حد هست، باید بره زن پیش زن، مردم پیش مرد، الا این که مثلا یه مطلب مهمیه، مثلا یه جراحی فکیه یا یه دندون سختیه، دکتر زنی نیست که از پس این کار بر بیاد، مجبور حالا بره پیش یه دکتر دندون پزشک مرد که حاذق باشه، وارد باشه، دست کارش بهتره برای جراحی، اون یه حرف دیگه است. اگر حاذق تره اون یه حرف دیگه است. و حالا اگه هم سطح هم دیگه هستن، زن پیش مرد نره، مردم پیش زن نره. پس نسبت به طلافروش، نسبت به دکتر، نسبت به عکاس، مثلا حالا جلسه عقدی عروسیه، میخوان برن آتلیه یا برن توی باقی، بخوان زن و شوهر مثلا عکس بگیرن، باید رعایت بکنن. میتونن عکاس مرد بیارن و زن در حالی که آرایش کرده و لباس عروس و اینا پوشیده، مثلا مردی بیاد از اینا عکاسی بکنه، این جایز نیست، زن باشه عکاسش. اونایی هم که میبرن این فیلمو میبرن و میخوان عکسشو تنظیم کنن، اونام زن باشن، مرد نباشن، اینا رو باید رعایت کرد. و صرف این که دیدیم بعضی وقتا مردم میگن که نه بابا عکاسی که دیگه سختگیری نکنید، اینا محرم هم، دکتر محرمه، نمیدونم طلافروشی محرمه، نه هم چیزی نیست، فرقی بین دکتر و عکاس و طلافروش به بقیه اینا محرمه نیست. صلوات دیگری مرحمه کنید. مطلب بعدی اینه که اگر کسی الان دیگه بهار است و آروم آروم میوه درخت ها داره میرسه و این مسئله بیشتر مورد ابتلا میشه، میگه از خونه همسایه درختی داره شاخه هاش از دیوار اومده تو خونه ما، حالا هر میوهی که هست، و این باد میزنه میوه هاش میرزه تو حیات خونه ما، میتونیم استفاده بکنیم؟ نه. ای اومده فضای خونه ما رو گرفته، خب برو بهش بگو شاخه درختشو یا ببره یا با یه تنابی سیمی چیزی جمع بکنه که تو فضای خونه شما نباشه. صرف این که شاخه درخت همسایه اومده تو فضای خونه شما دلیل نمیشه شما بتونی میوه‌شو استفاده کنی. شما تنها حقی که داری اینه که بری بهش بگی آقا شاخه درختتو یا ببر یا با سیمی تنابی چیزی جمع بکن تو فضای خونه خودت باشه، این حق برای شما هست. ولی اینکه بتونی بدون اجازش از میوه اون درخت استفاده بکنی، نه، همچه حقی نداری، الا اینکه علم به رضایت داشته باشی. مثلا میدونی همسایت آدمیه که بهش بگی آقا این درخت شما شاخش اومده باد ریخته میوه‌هاشو من خوردم، یا آقا این حرفا چیه، قابل شما رو نداره، اصلا وظیفه ما بوده خودمون تقدیمتون کنیم، حالا شاخه بادی زده و میوه‌ش ریخته، ما شرمنده ایم، اگه اونجا کثیف کاری می‌کنی بخوری نوش جونتون. یه وقتی همسایه اینجوریه اون مانعی نداره، شما علم به رضایت داری، میگه چه اشکال داره. ولی اگر نه، یه همسایه‌ای که سابقه خوبی باش نداری و
بالاخره حرف و نقلم بینتون بوده و میدونی راضی نیست یا شک داری که آیا راضی هست یا راضی نیست، نمیتونی از میوه های اون درخت اگرچه فضای خونه شما رو اشغال کرده باشه استفاده بکنی. همچنین اگر تو فضای کوچه اومده باشه، مثلا حیاتی دارن، یه درخت خیلی بزرگی شاخه‌هاش از حیات اومده تو کوچه تو پیاده رو، حالا من از اونجا عبور میکنم، میتونم از میوه های اون چه از خود شاخه ها بچینم چه بر روی زمین ریخته استفاده بکنم؟ فرمودن نه، الا اینکه شما علم به رضایت خود مالک درخت داشته باشی، و الا اگه شک داری حق نداری استفاده بکنی و باید رضایت مالکشو جلب بکنی. خب پس من همینجور وایستم این شاخه درختش بیاد فضای خونه منو بگیره، مثلا درخت توت فرض کنید توت سیاه هم از شاتوت میریزه، حیات منو کثیف میکنه، گنجشگاه میشینن کثیف کاری میکنن، یا حالا هر میوه دیگه ای ممکنه این مسئله باشه. نه، شما این حقو داری که اول بری به خودش اعتراض بکنی که شاخه درخت تو یا ببر یا جمع کن، اگر گوش داد که گوش داد، اگر گوش نداد شکایت میکنی به حاکم شهر، اونا بیان مجبورش بکنن ببرن، خودت سر خود نمیتونی بری این شاخه رو بشکنی یا ببری. تصرف در مال غیره و مراحلی داره که شما باید اون مراحل رو طی بکنی تا به نتیجه‌ای که میخوای برسی. این هم یک مسئله. مسئله دیگه ای که گاهی میبینیم که در ذهن بعضی از مردم اشتباه جا افتاده اینه، خوب دقت بفرمایید، میگه مثلا مادرم رحمت خدا رفته، پسر داره، دخترم داره، ارث مادر دیگه مساویه دیگه، یعنی دخترها به اندازه پسرها میبرن دیگه. میگیم نه. میگه پس این که میگن ارث مادری مساویه و اینها، این کجاست؟ ما شنیده بودیم ارث مادر مساوی بین دختر و پسر تقسیم میشه، اون ارث پدره که مثلا 2-1، پس چرا شما میگی نه؟ میگیم شما اشتباه گرفتی مسئله رو. مادر از دنیا بره، بین پسر و دختر ارث 2-1 فرق نمیکنه. پدر هم از دنیا بره باز 2-1. این مسئله اصلا مربوط به اینجا نیست که تو ذهن شما مثلا جا افتاده. این مسئله مربوط به طبقه دوم ارثه، که مثلا اگر کسی از دنیا رفت فرزند نداشت، پدر و مادرش هم در قید حیات نبودن، ارث میرسه به کی؟ به طبقه دوم. طبقه دوم ارث کیان؟ خواهرها و برادرها. خواهرها و برادرها ممکنه یکی از این سه حالت باشن. ببینید مسئله اصلا چی بوده، مردم میبرن این مسئله رو کجا مطرح میکنن و اشتباه میگیرن. این مسئله اصلا مربوط به طبقه اول نیست، ارث مادر مربوط به طبقه اوله، 2-1 قطعا. پس اگر کسی سلام علیکم از دنیا رفت، وارث طبقه اول نداشت، اولاد نداشت، پدر و مادرش هم نبودن، ارث میرسه به طبقه دوم. طبقه دوم کیه؟ خواهرها، برادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا. اینو طبقه دوم. خواهرها و برادرها ممکنه یکی از این سه حالت باشن، یا پدریان فقط، یعنی پدر من یه زن دیگه هم داشته، از اون بچه داره، بچه های اون زنه با من چه نسبتی دارن؟ برادرن، ولی برادر فقط پدریان. یا فقط مادریان، ممکنه کسی مادرش قبلا یه شوهر دیگه داشته، از اونم بچه داشته، شوهرش از دنیا رفته یا طلاقش داده، الان با یه مرد دیگه ای ازدواج میکنه، از اینم بچه دار میشه. بچه های این خانم که مال دوتا شوهرن چه نسبتی با هم دارن؟ اینا هم خواهر برادرن، ولی میشن خواهر و برادر امی، یعنی خواهر برادر مادری. این یه قسم. صلوات دیگری بر رحمت کنه. مساکم الله بالخیر. ببخشید آقا، جسارته، با اجازهت ببخشید. پس اگر کسی مادرش از دنیا رفت، پسرا دو برابر دخترا ارث میبرن مثل پدر. و این که در ذهن بعضی به اشتباه جا افتاده که ارث مادری بین دختر و پسر مساوی تقسیم میشه، این مطلب صحت نداره، یه مسئله اتفاقیه.
مادرم از دنیا بره 2-1 تقسیم میشه. اشتباه از اینجا نشأت گرفته که در طبقه دوم که خواهرها و برادرها هستن با پدر بزرگا و مادر بزرگا، اگر کسی از دنیا رفت، خواهر برادر امی داره، یعنی مادری که توضیح دادم، یعنی فقط از جهت مادر با میت چی بودن؟ خواهر برادر بودن. مادرشون با هم یکی بوده و الا پدراشون چی بودن؟ جدا بودن. اینا میشن یه گروه. پدر بزرگ و مادر بزرگی هم که مادری هم، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری، با اینا میشن با هم یه گروه. گروه بعدی میشه کی؟ خواهر و برادر پدر و مادری با پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری، اینا میشن توی گروه دیگه. خب ماترک میت رو محاسبه میکنن، برآورد میکنن چقدره، تقسیم به 3 میکنن، 1/3 میدن به گروه مادری ها، همشون خواهرها، برادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا که همشون چی هن؟ مادری هن، امی هستن، میدن به اینا، میگن 1/3 مال شما، زن و مرد، پسر و دختر مساوی بین خودتون تقسیم بکنین. 2/3 از ماترک میمونه برای کی؟ خواهر و برادر پدر و مادری، ابوینی یا پدری تنها، فرق نمیکنه، و پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری، اینا گروه دیگه هن. 2/3 میرسه به اینا، اینها 2/1 تقسیم میکنن، یعنی هر مردی 2 برابر هر زنی. مسئله مربوط به طبقه دومه، اونم مربوط به فامیل های مادری که اونها 1/3 که میبرن و بین خودشون به طور مساوی تقسیم میکنن. این ربطی نداره که اگر مادری از دنیا رفت بچه های این مادر دختر و پسروار بیان تقسیم نکنن و بخوان مساوی تقسیم بکنن، نه، پدر از دنیا بره ارث 2/1، مادرم از دنیا بره ارث 2/1. به امید اینکه انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو عالم به احکام شرعش و عامل به اونها بگرداند، صلوات دیگری مرحمت کنیم.